به نام خدا سلام بینندگان عزیز وقتتون بخیر عالم بزرگی به همراه دوستان خود در کنار رود دجله نشسته بودند و داشتن از آنجا استفاده میکردن که ناگهان عدهای جوان رو سوار بر قایق مشاهده کردند که مشغول آوازخانی و شرب خمر هستند دوستان گفتند ای عالم بزرگوار آنها را نفرین کن اون دستهای خود را بالا آورد و برای آنها دعا کرد خدایا همانطور که آنها را در دنیا شاد کردی در آخرت نیز شاد بفرما دوستان معترض شدند و به او گفتند که ما خواستیم تا او را نفرین کنیم اما چه شد برایشان دعا کردی او گفت خداوند قادر و متعال آنقدر بزرگ است که اگر بخواهد در آخرت شاد فرماید وسائل توبه آنها را نیز در دنیا فراهم خواهد کرد خدا مهربان هست خدا برای بندگانش همیشه خیر میخواهد ما نیز همانند خداوند منان و اهل بیت بزرگوار اسمت و تحارت خیر بخواهیم برای دوستان و دشمنان باز هنگام نماز آمده از موقع راز و نیاز آمده از گوش کن میشه نبی بانگ ازام ولی خوش آهنگ, عزا، آهنگ عزا. از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس یا یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به سپاریم دمی دل به خدا خوش کن خانه بهترین کار تو را می خانه بهترین کار تو را می خانه بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود خداوند بر یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی مود و اجداد تاهرینشان بینندگان عزیز و عجمند شبکه جهانی به عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه و لحظه به لحظه زندگیتون پر از الطاف خداوند و نور حضرات معصومین علیه السلام باشه و ما را همیشه شامل دعای خیرتون قرار بدید پیرامون داستانی که ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان گفتم خیلی اگر بخوایم کنکاش کنیم توی این داستان خواهیم دید که خیرخواهی برای دیگران شاید یک جنبش به خودمون برگرده که خداوند منان دوست داره که ما دوستار بندگانش باشیم جوونهایی که در حال کارهای ناشایست و زشتی بودند اما اون عالم دعای خیر برای اونها کرد یکی اینکه یقین داشته باشیم دعای خیر در حق دیگری در های خودمون هم برمیگرده و دومین نکته مهمیش که میشه به این گفت اینه که ما چندین بار تا حالا شنیدیم که میگن در حق همدیگه دعا کنید که دعا مستجاب میشه اگر یک درصد دعای خیر ما در حق دیگری به اجابت برسه و اونها پاک و اصلاح بشن چقدر بهتر و زیباتر از اینه که خدای نکرده با نفرین کردن سبب حلاکت کسی بشیم اگر آن طرف ها قابل هدایت باشن که هدایت میشن اما غیر از این اگر باشه مطمئن باشیم قدرت لایزال الهی خودش میدونه که چی کار کنه پس ما همیشه سعی بر این داشته باشیم که خیر بخواهیم زبان نیکو داشته باشیم تا یک موردی پیش میاد سریعا پرخاشگری نکنیم سریعا دهان به ناسزا گفتن باز نکنیم چرا که امام سجاد علیه السلام در حدیثی میفرمایند گفتار نیک ثروت را زیاد و روزی را فراوان می کند و مرگ انسان را به تأخیر می اندازد و آدمی را محبوب خانواده خیش می کند و از همه مهمتر به بهش وارد می کند در مورد گفتار نیک در مورد حرف زدن شایسته و حتی این خیرخواهی که ابتدا خدمتتون گفتم احادیث فراوانی هست که امیدوارم شما عزیزان بتونید اونها رو بخونید و ما هم بتونیم تو برنامه در موردش صحبت کنیم تا انشاءالله بتونیم آنچنانی این زبان و این دهان رو باز کنیم به کلام که مورد پسند خدا و اهل بیت اسمت و تعالت علیه السلام باشه دعوتتون میکنم امروز هم تا پایان با ما همراه باشید یک بخشی رو ببینیم و بعد بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الله العلی العظیم خب به حمد الله منور شدیم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید صفحه 235 و آیاتی از سوره یوسف انشاءالله که نور قرآن همیشه توی زندگی آمون باشه و بتونیم از این کلام الهی که برای من و شما آمده تا راه سعادت رو به وسیله آن بپیماییم نهایت و کمال استفاده رو ببریم طبق قرار هر روزمون چند نکته رو در مورد این صفحه که قرائت شد براتون بخونم تا انشالله بتونیم علاوه بر قرائت قرآن از اون بهره و بار معنوی بگیریم و انشالله تو زندگی همون استفاده کنیم چند نکته از صفحه 235 نفس انسان برای توجیه گناه کارهای زش را در نظر انسان زیبا جلوه میدهند صبر شیوه مردان خداست و صبر جمیل صبری است که در آن سخنی بر خلاف تسلیم و رضای خداوند گفته نشود هرگز از قدرت خداوند معیوس نشویم چرا که خدا هر چرا که بخواهد همان می شود و اگر تمام مردم عالم جمع شوند و بخواهند یک کاری انجام شود اما خدا نخواهد اون کار هیچ وقت تحقق نخواهد حضرت یعقوب علیه السلام به زنده بودن سفرزندش یعنی یوسف بنیامین و برادر بزرگترشان یقین داشت و به ملاقاتشان امیدوار بود و همین امید باعث شد که آن سه به نزد یوسف بازگردم برای قدرت الهی حل مشکلات تازه و کهنه یکسان است خداوند میتواند یوسف دیروز و برادر امروز را در یک جا دور هم گرد آورم قدرت خدا جوری است که گاهی وقتا یک کاری رو انجام میده یک چیزی رو برای انسان درست میکنه که شاید تو نظر کوتاه ما غیر قابل ممکن باشه اما برای خدا و قدرت اون این کار امکان دارد مؤمن حوادث تلخ را نیز از حکمت خداوند میداند باور و توجه به عالمانه و حکیمان بودن افعال الهی آدمی را به صبر و شکیبایی در حوادث دشوار بادار و نزدیکتر می صبری که خیلی چه قرآن چه در احادیث ائمه بزرگوارمون در مورد اون سخن گفته شده صبری که میتونه ما رو به قله سعادت برسونه و ما رو از افکار یا کارهای زود هنگامی که ما رو به جاهای بدتری میبره دور کنه انشاءالله که بتونی با استعانت از این کلام الهی و حرف های بزرگواران دین به خصوص کلام معصومین علیه السلام بتونیم با صبر راه سعادت رو بپیماییم و ممنونم از شما خوبان و همراهیتون دعوتتون میکنم تا یک بخشی رو ببینیم و بعد از نکات مهمی که در مورد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف می توان گفت توجه ویژه و خاص حضرت به شیعیان خودشان هست که در توقیعاتی که از حضرت که تاکنون به ما رسیده می توان این نکته را فهمید که پیرامون حرفها و عملهایی که ما باید انجام بدیم حضرت به اونها اشاره می کند و یکی از اونها رو امروز میخوام برای شما از آن بخونم عمل ساله و تقرب به اهل بیت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف میفرمایند هر یک از شما باید به آنچه که او را به دوستی ما نزدیک می کند عمل کند و از آنچه که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است دوری گزیند زیرا که خداوند به طور ناگهانی انسان را میگیرد در وقتی که توبه برایش سودی ندارد و پشیمانی او را از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمیدهد امیدوارم که به حق آقا امام زمان جلال الله تعالی فرج و شریف همیشه در مسیر نوکری اهل بیت و تهارت و بندگی خداوند پا بر جا باشیم الان که حجت خداوند هستند یعنی امام زمان خودمون رو در مسیر حضرت قرار بدیم خودمون رو جزو منتظرانشون قرار بدیم تا ان الله و خدایی نکرده از راه سعادت دور نشیم پس بیاید با همدیگه برای آقای مهربونمون برای کسی که همیشه به یاد و دعاگوی ما هست همکنون دعا کنیم و بگوییم اللهم اجل الله اجل ولی کلفرش خدا رو شو که امروز هم تونستیم با شما خوبان هم نوا بشیم و برای سلامتی و فرج آقا جانمون امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف دعا کنیم امیدوارم که از این فیض محروم نشیم چرا که خودشون فرمودن برای فرج دعا کنید که فرج و گشایش کار شماست جدای از همه این بحث ها ما منتظریم و دوست داریم به زودی زود چشمان بیرمغمون به جمال منور امام زمان روشن بشه که انشاءالله به زودی زود این اتفاق بیفته و این انتظار به پایان برسه دعا کنید خیلی در طول روز برای خودتون یک برنامه بذارید که برای حضرت چند قدمی هم شده کار کنیم و قدمی برداریم سهشنبه است و سهشنبه ها رو بخش کارشناسیمون به مبحث زیبای راه های یاری به امام زمان جلال الله تعالی فرج و شریف میپردازیم حضور آج آقای هیدری بزرگوار که هر هفته قبول و زحمت میکنن امروز هم تشریف آوردن از سلام دارم خدمتتون خیلی خوش اومدید این شما و بینندگان علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی وسلم محمد و آله الطاهرین بنده هم سلام و عرض عدب دارم خدمت همه دوستان و موالیان امیر المؤمنین صلوات الله علیه و بینندگان شریف شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام ان شاء الله هر کجا که هستن در ظل عطا و عنایات خاص امام زمان صلوات الله علیه متنعم ان الله درود بر شما راه های یاری رساندن به امام زمان رو رسیدیم به بحث حفظ دین یعنی حفظ دین که خیلی حالا چند هفته ای هستش ما داریم در موردش صحبت میکنیم از شما بینندگانم میخوام حتما ببینید اگر واقعا دغدغه دارید که به امام زمان یاری برسید اگر دغدغه دارید که آیا یک منتظر هستید دعوتتون میکنم از امروز به بعد سه شنبه ها بیننده ای این برنامه باشید و این که برنامه های گذشته ای ما رو هم ببینید از کجا از آپارات شبکه جهانی بیت تو علیه السلام مشخص برنامه بربال ملایک و بحث سه شنبه ها که پیرامون این موضوع داریم صحبت میکنیم در راه یاری به امام زمان جلال الله تعالی فرج شریف رسیدیم به بحث حفظ دین گفته های زیادی رو داشت رسیدیم به تقوا و راه های رسیدن به تقوا که اگر اشتباه نکنم سه موردش رو گفتیم یکیش محاسبه نفس بود که خیلی مهم بود و تاکید زیادی بهش شده بود و دومی رفتن به اماکن مذهبی و همنشینی با خوبان اگر حالا راه های دیگری هست بفرمایید در بله همونجور که همنشینی با خوبان عرض یکی از راه های رسیدن به تقوا هست چون انسان میبینه و خوشش میاد و کلا رفتارهای بر اساس تقوا ملایم طبع و سرشت فطرت الهی شخص درست بنابراین وقتی خوبی ت... با تقوایی کار خوب از یک کسی میبینه زود اون رو چکار میکنه؟ میگیره و خوشش میاد و انجام میده همین جوری میگن که در دستور دادن اهل بیت صلوات الله علیه به همین نسبتی که تشویق میکنند با خوبان هم نشین می کنید میگن از افراد های معصیت کار یا افراد بد چیکار کنید دوری, دوری, کنید بله چون انسان المر علی دین خلیله اگر خوب باشه دنبال خوبی میره اگر بد باشه آرام آرام امیرالمومنین صلی الله علیه فهمیدن وجود تو رفتارهای دوست تو را اخذ میکند میگیرد بدون اینکه خودت متوجه, بشی یعنی خودت متوجه نیستی ولی میبینیم اه پچر من این خصوصیت رو دارم چرا این من رفتار رو دارم درست شد؟ بله یه دوست عزیزی نقل میکرد که من در یه جایی بودم و یه تایمی رو مشخص از شب رو همسایی اونا داشتن و حالا ظاهرا یه خلاصه صدایی رو پخش میکردن خب من تو روز میدم یک جمله ای رو یک عبارت رهی هی تکرار میکنم در حالی که هر فکر میکردم اینو کجا یاد گرفتم کجا به زبونم اومده کجا به ذهنم خورده کجا من دونستم من اون عبارت رو چجوری تو ذهن من اومده بعد یک شبی که بیدار بودم شب عرفه ای بودم عبادت میکردم متوجه شدم که این همسایه داره تو اون تایم یک صدایی رو گوش میده خوب. و من که خواب بودم اون تایم در اون خانه در اونجا ناخواسته این صدا در گوش من و در ذهن من اومده و این وجود من اون رو چکار کرده گرفته همین توصیه رو هم اساتید حفظ قرآن میگن میگن که برای افرادی که میخوان حفظ قرآن کنن شما اون صفحه اون آیاتی رو که میخوای حفظ کنی بگذار و بالا هنگام خواب تکرار بشه و اینا ناخداگاه در وجود تو مغلوب میشه رفتار انسان هم همین جوره ولی اهل بیت میفهمون که باید از این افرادی که معصیت کارن اهل تقوا نیستن دورن از اینها چیکار کنید دوری کنید اجتناب کنید روایت داره از امام صادق صلوات الله علیه فقط هم تقوا ف... تقوای ترک گناه و اینها نیست گاهی تقوا در ترک اندیشه های باطل هست یا یک گروه اهل بدعتن یک گروهی هم مدعیان مثلا خدمت شما آرزم که زیادم شده تو این زمان عرفون های کوزه از اینا اجتناب کنن امام صادق علیه السلام فرمودن لا تصحبو اهل البدع ولا تجالسوهم با اهل بدعت ها همراهی نکنید هم نشینی نکنه. نکنه. نکنید, فتصیرو عند الناس که واحد من هم. مردم شما رو یکی از اونها میدونن و قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی دین خلیله و قرینه هر کسی هم بر کیش و آین دوست خودش و هم نشین خودش همون جور که بین مردم شما یکی از اونا محسوب میشید یا این یعنی رفیق فلانی هاست اینجوری همون جور هم اخلاق اونها رو اخذ میکنی در حالی که خودت متوجه نیست نحوه حرف زدن نحوه نشست و برخواست درست شد؟ با چهار تا اهل معصیت رفت آمد میکنند کم 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 میبینیم که حجاب اهلش از بین رفت کم کم یه جوری زندگی میکنه مثل اونها کم کم یه دور دیگه مثلا سگ میاره تو خونه کم فهمه. کم نمیدونم یک رفتارهای است کم کم به همین قدم قدم به اینا میگن خطوات شیطان خدا تو قرآن نهی فهمده لا تتبعو خطوات, خطوات شیطان. شیطان یک جایی از جاهایی که تبعیت از خطوات شیطان هست همین هم با افراد بدی هست که اهل بیت فهمدن ازشون اجتناب کنیم حالا یه روایت بسیار زیبایی هست از آقا امیرالمین صراهاله علی چند دسته رو می از از هم نشینی با اینها اجتناب کنید که عرض میکنم براتون بسیار ممنونم ازتون پس اجازه بدید باید باشه برای بخش دوم بینندگان عزیزمون یه اصتراحت کوتاه کنن یه میان برنامه ببینیم و برگردیم ممنون از همراهی همه شما خوبان بیننده برنامه بربال ملائک از شبکه جهانی بیت لباس علیه السلام هستیم و بدون فوت وقت بریم و ادامه این مبحث رو از حاج آقای دری بزرگوار بشنویم و لذت ببریم در خدمتتون هستیم بله عرض شد که یکی از راه‌های مهم رسیدن به تقوا اجتناب از بی تقویان است درست و تو رو باید اهل خیلی به این مطلب اشاره کرد هم در جهت اینکه اگه دوست با تقوایی رو میخوای بهش برسی اگه 60 سال امام صادق علیه السلام فرمودن در رسیدن به او زحمت کشیدی بعد 60 سال یا آدم اینجوری با تقوا پیدا کردی درست حسابی ضرر نکرد یا اگر در اعماق زمینه میخوای بر رسیدن او زمین رو بکنی تا به او برسی ضرر نکرد خیلی جالب همینجور هم افراد بی تقوا افرادی که صفات اهل تقوا رو ندارن که یک نمونه شو عرض کردیم نمونه بعدی روایت بسیار زیبایی از امیر, امیر و صلی علیه که آدم باید این رو مرتب داشته باشه و ماهی یه بار بخونه که با چه افرادی من اشتناب کنم از رفاقت با چه افرادی اشتناب کنم یاد بچه هاش بده این. بله خیلی مهمه بله حضرت فهمیدن که روایت شده کان امیر صلوات الله علیه اذا سعد المنبر قال کان اذا سعد هر وقت رو منبر حضرت میرفت اینجوری میگفت ین بغیل المسلم ان یعنی خود مولا هم چیکار میکرد اینا زیاد برای افراد میگه شایسته است برای مسلمان ان یجتن به مؤاخات افراد از دوستی و برادری با سه گروه باید اجتناب کرد یک الماجن ماجن کیه؟ ماجن کسیه که براش مهم نیست که مردم چی میگن چی کار میکنه خوششون میاد نمیاد ول احمق که دیگه مشخص. مشخصه ول کذاب انسان دروغگو. دقیقا این صفت بله. این ستا صفت در انسان متقی نیست, نیست. انسان متقی همیشه مراعات میکنه که جوری نپوشه جوری زندگی نکند که انگشت نمای دیگران باشد. درست شد و از حماقت دوری میکنه چرا چون هم نشین علما هم نشین کتب بله. اهل علم اهل این میشه دیگه از حماقت دوری میکنه و دروغ نمیگه متقی معلوم از خدا میترسه دیگه دروغ نمیگه برعکس اون این ست افرادی که ماجن و دروغگو و احمق رو باش باید باید اجتناب کرد هم, هم نشینی. حالا چیکار میکنن اینا صفاتشون چیه فعمل ماجه ماجه که براش مهم نیست چیکار میکنه یا چی میگه نظر دیگران براش مهم نیست فز یوزین لکه فعله کار اشتباهی خودشو برای تزیین میکنه زیبا جلوه میده درست جوری حرف میزنه که و یحب ان انتکون مثله دوست داره تو هم مثل خودش بشی پس با تمام قوا شما رو جلب میکنه مثل یک سراب برات درست میکنه ولا یعینو که علا امر دینه که و معانی اما کاری به دین و آخرتت نداره یعنی شما رو دور میکنه ولی یه مسئله باشه امر دینت باشه امر آخرتت باشه بگه کاری بهش نداره چون او هم خودش کاری به آخرت نداره نداره دیگه و مقارنته جفا و قصف اگه شما هم نشین شدی و مثل خودش شدی این قصاوت میاره جفا دوری از خدا میاره و مدخله و مخرجه عليك عار آخرش هم جوری میشه که ورود و خروجش برات عار و میشه رفت آمد باهاش برات چی میشه عار تو میبره با این آدم نشه اما گروه دوم احمق احمق چیکار میکنه فانه لا یشیر علیک بخيرن. او تو رو هیچ وقت بخ به خیر راهنمایی نمیکنه نمیکنه ولا یرجا صرف سوء عنک ولو اجهد نفسه خودش هم به زحمت بندازه شما نمیتونی امیدوار بشی بهش که بلایی یه بدی ازت دور کنه نمیتونه این کار کنه نه قدرتشو داره نه میفهمه چی کار کنه چجوری بعد فهمودن که ورابا ما آراد منفعت که فضر چه بسا میخواد به شما نفع برسونه ولی ضرر میرسونه مثل اون خلاصه قصه ای هست که میگن همیشه میگن اون دوستی خاله خیرسه میگن خاله خیرسه سنگ و برداشت بزنه تو سر زنبوره رو بکشه ولی خلاصه سنگ رو میزنه تو سرش میخواد نفع برسونه میخواد زنبور رو بکشم میخواد مگس رو دفت کنم ولی با سنگ میزنه تو سر طرف اینجوری فموتو خیر من حیات این بیمیره <تصفح> بهتر از اینکه تو دنیا باشه و تو بخوای باش رفاقت کن و سکوت او خیر من نطقه بعد هم تو عقل تو ساکت باش چون اگه حرف بزنه افتضاح میکنه همه چی به هم میزنه خلاصه و بعد او خیر من قربه و دوری از چنین آدمی خیلی بهتر است اینکه که تو باش نزدیک باشی رفت آمد داشت خیلی برات این هم دومی و اما کذاب دروغگو بدترین چیز فهمت بله، فإنه لا يهنيك معه عيشه، زندجي بقى دم دروغو بلد جواره ميت، فقعدنا يكون بهم شغل، همش دروغ ميت. ينقل حديثك وينقل إليك الحديث، حرف جد مبرر بلد جيران حرف ديجران مير بلد، يعني تمشي حمولة الحطب مش. كلما أفنى ما تهو ب أخرى. یه جریانی که درست میکنه به سلامتی ردش کردیم الحمدلله یکی دیگه برات درست میکنه پشت یه برای دیگه برات جور حتی اندهون یحدث یو به فما اینقدر دروغ میگه بین این همه دروغ حالا یه بارم یه عرف راست زد کسی گوشش به دکار نیست, نیست. دروغ میگه عرف فلانی گفته ولش کن مثل همون چوبانه دروغ گفت و یغری بین الناس بالعداوه این چیکار میکنه این یعنی چی بین مردم دشمنی پراکنده میکنه حرف اینو میبره حرف اون میاره همش اینجوری فیون به تو سخائم تو قلب ها چیکار میکنه کینه حقد تو قلب نبت رشد میده میکاره وانظروا کن. هوا خودتون داشته باشید مراقب خودتون باشید با این سه دسته برادری نکنید با این سه دسته رفاقت نکنید این سه تا از اخلاق انسان متقی نیست خب وقتی کسی با این سه ملاقات کرد و رفت آمد کرد خواهی نخواهی اخلاق او و کردار او رو چکار میکنه؟ عوض میکنه آره دیگه کم کم میبینه انگار منم خوشم میاد یه دروغ بگم کم کم میبینه اینگار انگار که بدش نمیاد مثلا یه کاری بکنه یه بلوایی تو مردم درست کنه کم کم صفات او رو میگیره حتی اگه نخواد این کار بد یا همون گناه برای شور شیرین میشه که ملعبه دستش میشه و دیگه کلا با اون جلو میره خب بله. دروغ میگم کارم را میفته مثلا میرم بین دو نفر رو به هم میزنم اون با من دوست میشه اون با اون قهر میکنه عرفایی که هست و متاسفانه اینا صفات انسان احمق خب حالا گفتیم که نزدیکی به یا رفتن به مکانهای معنوی یکی از اسباب جلب بله. تقوا است باید به تناسب از اماکن آلوده انسان چکار کنه دوری کنه دوری کنه از اینها دوری کنه خدمت شما عرضم که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن لا ین للمؤمن المؤمن ان یجلس مجلسا یعص الله فیه ولا يقدر على علا شایسته نیست مؤمن تو مجلسی بشینه که توش معصیت بشه حالا یا غیبت میکنن یا هر چیز و اونم نمیتونه تغییرش بده اگه نشستی و نمیتونی تغییر بدی برو نباید بشینی پاشو برو خدام تو قرآن میفرماد فلا تقعد بعد از وقتی یادت اومد اگه یادت هم رفته بود فهمیدی متوجه شدی اینجا معصیت گناهی نشین اونجا پاشو برو. برو, مجلس عذاب مجلس گناهه خب چرا چون اون قصاوت قلب اونها رو اثر نیست گناه اونها که بود اثر میده. شیطان اول بغض داری از اون گناه اما یه رفتی 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 کم کم عادی میشه برات کم کم گشکار اشکال نداره کم کم میبینیم امتحان کنیم بلدیم خلاصه یا نه به همین شکل و شواش یکی از اونها میشه و این خاصه اهل بیت نیست جالب یه خاطره بگم که وقتی یه دوستی برام نقل میکن از زبان گفت که من رفته بودیم کربلا احبا. کربلا رفته بودیم و با یه عده از این رفقا بود. گفت که بریم مثلا یک جای یه قهوه خانه یه. خب تو بین الحرمین بودیم و از اونجا رفتیم و یک جایی پیدا کردیم و دیدیم که خداسه با خودم فکر کردم بابا من دو دقیقه پیش الان کجا بودم تو بین الحرمین بودم این طرف حرم امام حسین این طرف حرم آقا عبد الله سلام الله تو بهش بودم الان اومدم اینجا همه بگو بخنده یه حالاتی خب باید این رعایت بشه یادم آدم بالاخره شهر کربلا شهر مقدس بله. میگه رفتم از پیش اینا بیرون گفتن کجا میری گفتم من میرم حرم حالا اون وقتم گفت زمانی بود که حرم و شبها دراشو میبستن میگه من آمدم دیدم یه جوانی روی یکی از این عربه های بزرگ نشسته پر کتابه باهاش نشستم یک ساعتی با این نشستم این جوان اونقدر جوان پاکی بود اونقدر جوان خوی بود اونقدر جوان امام زمانی بود اینقدر علاقه داشت بیاد مثلا ایران بیاد جمکران رو ببینه مثلا زیارت های امه وقتی صحبت میکرد همش از امام زمان صحبت, میکرد. صحبت میکرد. 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 که صلوات الله میگه تا اینکه خلاصه با اون رفقا اون وعده کرده بودیم که بریم لبه آب فرات اونجا مثلا از آب فرات غسل کن رفتیم اینم اومد گفت دنبال من اومد اینقدر مشتاق من شد منم چند تا کلمه یاد داشتم بلد بودم از منبرها و شنیده بودم از امام زمان براش گفتم قصه های امام زمان براش گفتم این خیلی کیف کرد کرد با من اومد دم فرا خلاصه ما رفتیم تو آب و اومدیم و رفقای ما اومدند و اینام خلاصه اهل شوخی و خنده و یه دفعه این دیدم که یه نگاه حسرتی خلاصه داشت و رفت من فهمیدم چی شد یعنی فکر نمیکرد که من مثلا چنین افرادی با همچنین افرادی رفیق باشم که مثلا حواسشون نیست که بابا اینجا مقام امام زمان اینجا کربلاست اینجا نباید مثلا باید. این رفتارها باشه و از اون طرف حسرت میخورد که چرا مثلا تو با اینا هم نشینی ولی این ظرفیت این مطالب این اخ میگفت همیشه این من مدت ها گشتم دیگه پیداش نکردم اون جوون و حسرت به دلم بود از پاکیش از خوبیش چون هم نشینی با اون جوان من رو به وجد اوورد به اون حال خوش و اون کلمات و اون داستان از امام زمان صلی الله علیه غیر از اینکه با کی میشینی با کی هم نشینی؟ کجا هست باید از افرادی که رعایت تقوا را ندارن اگر میخوای متقی باشی دوری کن باید با کسانی هم نشینی کنی که متقی هستن امام زمانی هستن من میخوام یاری کنم امام زمان زاوات بله رو نشست و برخواست با افرادی که امام زمانی هستن من رو به امام زمان نزدیکتر میکنم همه ه... هر کسی هر جوریه ولی افرادی هستن اینا مشخصا خیلی به فکر امام زمانه به یاد امام زمان همیشه جمع برو همیشه زیارت برو همیشه به یاد امام زمانن دعاهایی که میخونن دعاهای امام زمانه گفتم تو قنوت نماز چی میخونی گفت دعایی که از امام رضا صلی الله علیه برای امام زمان نقش شده در قنوت نماز و این اونسی که با حضرت دارن ما رو هم معنوس میکنن رضا خود انسان مراقب باشه که برای یاری امام زمان با چه کسی برخورد میکنه با چه کسی نشست و برخواست, میکنم. برخواست میکنم. حالا این مطلب مطلب بسیار مهمیست، است نکته هایی رو عرض کرد یه نکته دیگه من عرض کنم اونجا که اون هم برای تقوا ما نیاز داریم که ارادهمون رو قوی کنیم خیلی مهمه این موضوع تقویت اراده بله گناه رو کنار گذاشتن یه اراده قوی میخواد با خوبان رفتن و با از بدان دور شدن یه اراده, اراده قوی, قوی, میخواد درست رفتن به مکان های خوب و دوری از مکان های بد برای بعضی واقعا نیاز به اراده داره بله درست شد امیر مؤمنان صلوات الله علیه فرمودن من قوی هوا حالا چه چیزی ضد اراده است ضعف عزم کسی که هوای نفسش قوی شد چی ضعیف میشه؟ اراده میشه درست شد و قد علمتو آقای ما مصادق فرمودن قد علمتو ان افضل زاد راحل الیک تو دعا دارم به خدا میگم من دانستم که برترین توشه کسی که میاد به سمت تو عزم و ارادت و اخلاص و نیت یعنی اراده قوی است خالص امیت کردن نیتش یعنی این دوتا رو داشته باش تا به سمت تقوا به سمت خدا به سمت با خدا بودن حرکت, حرکت یک عزم و اراده تو قوی کن دو خالص خلوص تو این عزم و اراده انسان رو کار میکنه کمک میکنه. و حالا چی قوی بشه اراده ضعیف میشه اگه هوا قوی بشه هوای نفس اراده ضعیف میشه و امیر مؤمنان صلوات الله علیه به این مطلب اشاره کردن و خوندیم قابل تر که محاسبه نفس از صفات متقینه و محاسبه نفس و مخالفت با نفس و هوای نفسانی انسان را چیکار میکنه؟ در تقویت اراده چکارش میکنه؟ کمکش یکی از کارهایی که اراده رو تقویت میکنه روزه گرفتن الان هم فست خوبی بله. و هم زمستان بهار اهل عبادت بهار مؤمن بله. روزاش کوتاه میتونه روزه شباب شبها رو میتونه قیام به عبادت کن استفاده کن از این فرصت در ایام ماه رجب هستیم خیلی خوب این مطلب که همین الان حالا اگر کسی روزه قضا داره از ماه رمضان بگیره اگر کسی هم نداره مستحبی روزه مستحب بگیره ثوابش هدیه کنه محضر آقا امیر و محضر آقا امام زمان صلی الله علیه و مؤمنینی بودن که ماه رجب و ماه شعبان رو متصل میکردن در روزه به امام در روزه به ماه رمضان این ستا رو پشت سر هم روزه میگیریم یه مؤمنی رو میشنختم در زمانی که جوان بود این دو ماه رو متصل میکرد بعد یه مقدار سر گذاشت نمیتونست یک روز در میون می حتی در ایام گرما گرمای تابستان ماه رجب ماه شعبان پس یکی از راههایی که میشه اراده رو تقویت کرد روزه گرفتن هست و با این بتونه انسان به اون هدفش برسه که تحصیل اسباب تقوا باشه چون خود خود روزه گرفتن یکی از اسبابی روزه میگیره مجبور هر حرفی نزنه بله نگیره بله نکنه جلو خیشتن رو گرفتن نخوردن نیاشامیدن میدن همه اینها اسبابی که برای هم مخالفت با نفسه و در نتیجه تقویت اراده و تقوا و ان مجموعا در راه یاری امام زمان بسیار ممنون سپاسگزارم خدا حفظتون کنه از شما بینندگانم که تا اینجا بیننده بودید ممنونم امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید و بتونیم خودمون رو آنچنانی که شایسته و بایسته است برای منتظر واقعی بودن و سربازی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده کنیم و انشالله به زودی زود شاهد فرجشون باشید ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید تا سید بزرگوار رو من بدرقه کنم یک بخشی رو ببینیم و برگردیم تا انشالله دلهامون رو ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید و ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی از آن به افق کربلای محلا از همه شما خوبان التماس دعا دارم انشاءالله به زودی زود قسمتتون بشه تو بین الحرمین قدم بزنید و زیارت کنید این آقای بزرگوار رو هر لحظه و هر دم به یاد حضرت حجت باشیم و با این دعا برنامه امروز رو به پایان میرسونم و بریم به دیدن تصاویر کربلا و شنیدن اذان به افق آن سرزمین بهشتی اللهم اجل ولی کلفرش ممنونم از شما یه یعنی.